آیا عرب‌های ایران قربانی عرب ستیزی رایج در ایران نیستند؟ در آنچه که هویت ایرانی خوانده می‌شود، عرب‌های ایران چه جایی و چه مرتبه‌ای دارند؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. بنابر آمار رسمی، جمعیت عرب‌های ایران بیش از 2 میلیون نفر است. این 2 میلیون ایرانی وقتی میشنوند در ورزشگاهی در اصفهان یا تهران یا رشت شعار ضد عرب داده میشود، چه احساسی دارند؟ طراحان و بیان کنندگان شعارهای ضد عرب در جواب اعتراض این 2 میلیون هموطن خود چه خواهند گفت؟ این مشکل اونجا جدی‌تر می‌شود که در میابیم ضدیت با عرب منحصر به توده علاقمند به فوتبال نمی‌شود. یکی از فیلسوفان کشور اخیراً در مصاحبه‌ای گفت ارادتش به اسلام، ارادت به اسلام علی است و نه این عرب‌ها. باور به اینکه این فیلسوف نداند امام اول شیعیان عرب بود دشوار است. اما این مثال‌ها بیان سرخوردگی عمیق ایرانی‌ها از تاریخ خود نیست؟ چنین مثال‌هایی صرفاً راهی برای تخلیه احساسات ملی نیست؟ اونچه که اینجا و آنجا در شعارها و گفتارهای پراکنده دیده می‌شود می‌تواند مانع دیدن این واقعیت شود که در مجموع در ایران بین مردم متفاوت از اقوام و نژادهای متفاوت همزیستی مسالمت‌آمیز در جریان است. از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم آیا عرب‌های ایران قربانی عرب ستیزی رایج در کشورند و اگر چنین است اونچه بر عرب‌ها می‌گذرد تا چقدر متفاوت است از وضعیت دیگر اقلیت‌های قومی و نژادی ایران. یوسف عزیزی بنی طرف، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی، رضا قاسمی دیپلمات پیشین و دانش آموخته مطالعات بین الملل و رضا منافزاده پژوهشگر تاریخ ایران مهمان‌های برنامه این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. آقای عزیزی، شما به عنوان دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی معتقد هستید که در ایران عرب‌ها قربانی این احساسات عرب ستیزانه هستند و به همین دلیل در این کانون فعالیت می‌کنید. این موضع شما بر اساس چه شواهدی است؟ من یه تصریح کوچولو بکنم. جمعیت مردم عرب در ایران بیش از 2 میلیون نفره و حدود فکر میکنم 6 تا 8% جمعیت ایران عرب هستند که در استانی که اکنون خوزستان نامیده میشه و اسم تاریخش عربستان بود و استانهای شمال این استان و استانهای جنوبش و سایر مناطق ایران زندگی میکنند. ما فقط 1 میلیون عرب در بنادر جنوبی و جزایر خلیج داریم، بنابراین این آمار دقیق نیست. و اما در مورد فقط آمار شما وقت بر اساس چی هست؟ بر اساس بررسی‌های میدانی هست که ما در ایران و در شهرهای مختلف. این بررسی میدانی وارد آمار رسمی نشده؟ نه، اگر شده بود که من بارها در سخنرانی‌هام اعلام کردم. آمار رسمی که وجود نداره، هیچگاه رژیم‌های ایران آماری راجع به ملیت‌های مختلف ارائه ندادن. البته داده شده، ولی این بحث رو طبیعتاً میشه کنار گذاشت برای اینکه در اصل مطلب هیچ تفاوت ایجاد نخواهد شد. اما چرا شما معتقد هستید در ایران عرب‌ها قربانی عرب ستیزی هستند؟ در ایران اصولا مقوله عرب ستیزی یک مقوله معاصر به نوعی، یعنی از قرن 19، اواسط قرن 19 این ایده و این اندیشه شروع کرد به پدیدار شدن. توسط اولین کسی که این ایده را در واقع بانیش بود جلال الدین میرزا، فرزند 46 فتحعلی شاه قاجار، بعد فتحعلی آخونزاده، آقا خان کرمانی به عنوان نسل اول، بخصوص آقای خان کرمانی که
اصولا ایده های فاشیستی به نوعی نسبت به عرب ها داده و یک رساله هم به نام رساله خرید عربستان یا خوزستان داره که به دولت ناصرالدین شاه پیشنهاد میکنه که این استان را بخرند از عرب ها و بدن به پارسیان هند. بعد نسل دوم عرب ستیز به هر حال از بعد از مشروطیت هست، شامل شخصیت هایی مثل صادق هدایت، محمود افشار، زکاالملک فروغی و پور داوود تا میرسه به زرین کوب و اخوان ثالث و عرضم به حضور شما معاصر به نوعی در آثار گلشیری، در آثار چوبک، یعنی در واقع بنیاد فاشیزم ضد عربی و اندیشه های نجات پرستانه ضد عربی توسط دو سه نسل این گفتمان این بنیاد گذاشته شده و توسط سه نسل در کتاب های درسی و در کتاب های غیر درسی، اهم از رمان، تاریخ، سیاست و رسانه های گروهی که تا این لحظه هم که با شما صحبت می کنم این گفتمان همینجور داره بازتولید میشه و عرب های ایران قربانی این گفتمان فاشیستی و ضد عربی هستند. به هر حال البته اگر جنبه تاریخیش رو هم بپردازیم در دوره شعوبیه و فردوسی هم چنین ایده‌ای وجود داشت، منتها از قرن پنجم به بعد ناصر خسرو ایده های در واقع این ایده ها رو کنار گذاشت، چون به هر حال هویت ملی به هر حال ایرانی ها و فارس ها توسط این شاعران بنیان گذاری شد. حافظ را داریم، سعدی را داریم، مولوی را داریم که از ایده های عرب ستیزانه فردوسی جدا شدند و ایده های انسانگرایانه داشتند. حتی ناصر خسرو به نوعی عرب دوست هم هست. ولی این مثال هایی که شما میزنید در متون ادبی و تاریخیه، این چقدر وارد زندگی مردم شده؟ آیا این گفتمانی که شما دارید راجبش صحبت میکنید که در سطح روشنفکران و ادبا بوده واقعا در زندگی مردم جاری و ساری هست؟ ایرانیانی که ما الان راجبشون داریم صحبت میکنیم واقعا عرب ستیز هستند و متاثر از اون گفتمان؟ ببینید هیچ کس نمیتونه تاثیر صادق هدایت را در شکل بخشی به ایده های بسیاری از نخبگان کشور که خودشون تأثیر گذارن روی به هر حال بسیاری از ایرانی ها نادیده بگیره، یا میرزا خان کرمانی که البته هدایت از اون هم متأثره در عرب ستیزی و به نوعی یهودی ستیزی و که همون در واقع فاشیزمه، بعد یا اخوان ثالث یا نزدیکتر همین کارهایی که اون هالو شاعری به نام هالو، یا باز همه اینا متون ادبی و تاریخی هستند. بله. و خیلی از کسایی که از صادق هدایت تاثیر گرفتن آگاهن به عرب ستیزی صادق هدایت و اون بخشش رو کنار گذاشتن، بخشش هم ناآگاهانه، یعنی رسوبات ذهنی تاریخی و معاصر، چون ما عرض کردم حدود 7 8 قرن ما عرب ستیزی نداشتیم، از قرن 19 اواسط قرن 19 شروع میشه و این عرب ستیزی بخشش آشکاره و بخشش پنهانه، یعنی یک کسی حتی ممکنه خودش فکر بکنه آدم انسانگراییه ولی این رسوبات ذهنی در ناآگاهش وجود اومده. به خصوص این سه نسل این گفتمان عرب ستیز در ایران کار کرده و نقد نشده و این گفتمان باید نقد بشه، به خصوص توسط روشنفکران فارس. آقای قاسمی، آیا نباید روشنفکران فارس این گفتمان عرب ستیز به گفته آقای عزیزی نقد کنند؟ شما رد میکنید که عرب ستیزی هست در میان ایرانیان؟ بنده به ابتداعا اجازه بفرمایید که این آگاهی برنامه رو که فرمودید شفاهن و نوشته شده بود به کلی ایراد دارم، برای اینکه بله. از نظر عزیزی هم ایراد گرفتن، شما بله. میتونید بله، برای اینکه گفته میشه عرب ستیزی رایج، بنده رواجی به سوال البته بله. بشه آیا بله، بنده نه عرب ستیزی میبینم و نه رایج میبینم. درست داستان عرض کنم که حسن و حسین هر سه برادران معاویه بودند، چه عرب ستیزی؟ ما عرب ستیزی نداریم، کجا داریم عرب ستیزی؟ به علاوه مسئله مربوط به با کمال احترام به فرمایشات آقای عزیزی
منحصر به این سه نسلی که فرمودن نیست. برگردیم به تاریخ ایران که البته شما زیاد شاید نخواهید که به عقب برگردیم و متون تاریخی رو ارائه بدیم. شعوبیه رو اشاره فرمودن که اونها به برتری عجم ها به عرب ها پا می فشردند و یکی از بازماندگانشون صنایع غزنوی که خیلی طرفدار آل علی بود شعری داره میگوید عجم را، البته به عنوان اسم جمع به کار برده، عجم را عجم اینجا نوشتم من یادم نره، بله. عجم سزد که به نالند از عرب، اینجا به اسم جمع به کار برده که عجم ز خشک مغزی اعراب خشک لب گشته است. اینا خیلی گذشته است. شما اگر دقت بفرمایید قیام هایی که در ایران انجام شده، قیام ابو مسلم خراسانی، قیام شعوبیه، قیام خرمدینیان که هم سر در راه این به اصطلاح آرمانشون دادن، اینها تمامشون با یک نوع احساس به اصطلاح عرب ستیزی داشتن. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع از زمانی که در زمان خلیفه دوم به استیلای اعراب بر ایران منتهی شد، ایرانیان رو مبالی خوندند، یعنی بندگان خوندند و فرزندان نمیدونم شاهزادگان و بزرگان رو به اسارت گرفتند و چه کردند، به کتابخانه ها رو سوزوندند و فلان. این احساس عقده، این حالت در ایرانی به وجود آمد و خب بی حرمتی هایی که یه عده ای از آدم هایی که نمیشه به عنوان اندیشمند نامشون برد نسبت به خلیفه دوم میکردن در ایران مرسوم بود، ما بچه بودیم یادمونه، اینا همه نشان میدهد که یه عقده ای از تاریخ در دل ها هست. بله، ولی این عقده ای که الان تاریخ در دل ها هست چه تأثیری الان روی رفتار مردمان در ایران با عرب های این کشور گذشته؟ هیچی، بنده که نمیبینم تأثیری نگذاشته. بنده نمیبینم، اگر هست بنده نمیبینم. من بالاخره یک ایرانی هستم و حتی با همه بی‌رغبتی که به کارهایی که در جمهوری اسلامی انجام میشه دارم و مخالفتی که با اون نظام به کلی دارم، از این که به زبان عربی در اونجا اهمیت میدن بسیار خوشنودم، برای اینکه معتقدم که زبان فارسی ما با زبان عربی ممزوجه و ما نمیتونیم، بهترین فضلای ما کسانی هستن که عربی میدونن، این یه واقعیته. اما این احساس یک طرفه نیست عزیزم. من شواهد زنده به شما ارائه میدم. من در کویت ماموریت داشتم 2 سال و نیم. بله. در اونجا یادم هست که مسابقه بسکتبال جوانان آسیا بود و جوانان ما ایرانی ها آمده بودند. بعدم به حسب شغلم میرفتم، خب میشستم نگاه میکردم، چون در جوانی خودم هم بسکتبال بازی میدیدم که وقتی که تایلندی و نمیدونم چینی و اینا یک گلی میانداختن تو اون سبد بسکتبال، ابراز احساسات میکردن، دست میزدن، ولی بچه های ایرانی که میتونه هیچی نمیگفتن، ساکت میشستن. عرب ها در کویت چینی ها رو تشویق میکردن ولی ایرانی ها رو نمیکردن. ولی اون عرب های کویت، حالا همین میخوام، نه آیا عرب های ایران باید قربانی اون چه که در کویت؟ نه نه نه، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. جوش آوردم به رئیس فدراسیون، گفتم اینا هم مذهب شما، همسایه شما. اون یه جواب خیلی دیپلماتیک داد، گفت آقا اینا مهمانن، ایرانی ها که اینجا منزل خودشونه. دوش فرمودید حالا آقای احمد جارالله مدیر از سیاسه ورزش مرتب میرفت به ایران، با پادشاه مصاحبه میکرد، میمد نقل میکرد صفحه اول پادشاه ایران منظور، بله بله بله، حضرت محمد رضا شاه. و بعد وقتی که انقلاب شد فورا یه سرمقاله نوشت که بر خیلی خوب شد این انقلاب شد، اینجا باید تجزیه بشه، این مملکت داشته شد. اسرائیل خلیج فارس. آقای قاسمی شما در مورد عرب های کشورهای همسایه دارید؟ نه، میخوام این احساس رو به طور کلی توسعهش بدم تا برسم به عرب های ایران. چون خیلی وقت نداریم. بله بله، عرب های ایران هم دارن زندگیشون میکنن. اولا من به عرب های ایرانی معتقد نیستم، من میگم عرب زبان های ایرانی. چرا؟ اگر چرا؟ خیلی سوال خوبی است. بله. اگر قبول کنیم که خوزستان جزء ولایت جزایی ایرانه، خدا رحمت کنه مرحوم دانشمند فقید آقای سید محمد باقر نجفی که حتما آقای چیز میشنه، آقای عزیزی بشناسنشون، این خودش اهل اهواز بود و یه مجله منتشر میکرد به اسم خرمشهر. بله. که دل خونی داشت از اینکه در جنگ 8 ساله
جنگ بی هدف و بی معنای 8 ساله خرمشهر اینقدر آسیب دید. این مجلشه. بله. التفات فهمید. این بله. مجله چندین شماره منتشر شد. بله. و شماره سومش راجع به خوزستان در منابع ایران شناسی است. بله. بله. و ایشون به دقت هرچه تمامتر با مراجعه به متون تاریخی ثابت کرده که بله. خوزستان ثابت کرده. این کتاب پیش من باشه بعدا من بخونم. بله بله ولی به بنده بدین چون که خوزستان در منابع ایران شناسی. در منابع ایران شناسی. خب ایشون وقتی قبول کنیم که خوزستان یک بخش لایتجزای ایران هست که انگلیس‌ها می‌خواستن با کمک نمی‌دونم خزعلا و دیگران اونجا رو جدا کنن و یک بخشی بکنن مثل قطر و مثل ابوظبی و مثل دیگران و نتونستن و همت قدرت رضا شاه و درایت اون تیمسار زاهدی که اون موقع فرمانده چیز بود بله. غزل گرفتن آوردن اون مسئله خاطر میفته. اگر خوزستان رفته بود امروز آقایان این پولهای گزاف رو نداشتن که به حماس و به دیگران رو به که آقای اسد و اونها بدن. به عرب نبودن اونها که در خوزستان زبان عربی هم صحبت همین میکنن. دارم همین عرض میکنم وقتی قبول کنیم که خوزستان یک جزء ولایت اجزای ایرانه خوب. خیلی خوب رهبران کشور تصمیم گرفتن که پاره اسامی عربی رو تبدیل به اسامی فارسی کنن چون که منحصرا به خوزستان نبود بله. در مازندران هم این کار شد خیلی اسامی که در استان مازندران به بحث تبدیل اسامی میرسیم پس شما معتقد هستید چون اهالی عرب زبان خوزستان ایرانی هستن نباید گفت عرب هم هستن نه خیر باید گفت عرب زبان این اعتقاد منه بله معتقدم اعتقاد بنده است که اینها من همین صحبت بله. با بعضی دوستان دارم بله. که اینها عرب زبان های ایران هستن مثل خوب. ترک زبان های ایران مثل بلوچ زبان های ایران مثل عرض می کنم که کرد زبان های ایران یعنی ما میگیم کرد زبان یا میگیم کرد های ایران نه ترک زبان ها عرض کردم بله کرد ها ایرانی کرد هستن کرد ایرانی هستن آیا ما میگیم کرد زبان های ایران یا میگیم کرد های ایران کرد های ایران درست اونو میگیم چرا عرب رو نگیم عرب ایران البته جواب اینو معنای پجوراتیو داره بله اجازه بدید پس آقای عزیز مطمئنم جواب دارن ببینیم آقای مناف زاده نظرشون چی هست من با بخشی از صحبت‌های آقای عزیزی موافق هستم و بخشی از سخنان آقای قاسمی رو هم تایید می‌کنم. به هر حال باید دید که این عرب ستیزی که ما ازش صحبت می‌کنیم آیا فقط در میان روشنفکران و درس‌خوانده‌های ایرانی هست یا اینکه مردم عادی برای اینکه شما صحبت از عرب ستیزی رایج کردید باید دید آیا مردم عادی واقعاً عرب ستیز هستند یا نه من به شخصه فکر میکنم مردم عادی ایران یعنی مردمی که در جامعه ایران زندگی میکنند و داعیه روشنفکری و داعیه دانش تاریخی و اینها ندارند اینها نه عرب ستیزند نه ترک ستیزند نه کرد ستیزند نه بلوچ ستیزند اینها با هم قرنها زندگی کردند حداقل تا اونجایی که ما میدانیم در پنج قرن اخیر که به هر حال سرزمین ایران متحد شد با شاه اسماعیل صفوی اینها در کنار هم زندگی کردند با هم ازدواج کردند و این پدیده یک پدیده جدیدی آقای عزیزی اشاره کردند منتها باید ما نگاه بکنیم ببینیم این پدیده چگونه به وجود آمد در تاریخ ایران در پس از آمدن عرب و اسلامی شدن ایران ما سه لحظه تاریخی داریم که ایرانی ها رفتن در جهت ساختن هویت ایرانی یکی دوستان اشاره کردن جریان شعوبیه هست از دل این جنبش شاهنامه در آمد و هر حال شاهنامه به نوعی سرانجام این جنبش بود ما وقتی شاهنامه رو میخونیم میبینیم بله یک هویت سلبی ایرانی در اونجا ساخته شده یعنی نفی دیگریه نفی عرب هم نیست صرفا نفی ترک هم هست حتی نفی گیلانی ها و مازندرانی ها هم هست و این به هیچ وجه به این معنا نیست که شاهنامه یک اثر شگفت انگیز و یک اثر یه شاهکار واقعا بشریه به نظر من مرحله دوم زمانی است که بخشی از ایرانی ها رفتن در هند
و اون به گروه آذرکیوانی معروفه که اونها رفتن در هند. زمان اکبرشاه بود و اکبرشاه تصمیم داشت یک سنتزی از ادیان گوناگون در هند به وجود بیاره که این گروه های قومی و دینی بتونن در کنار هم زندگی بکنن، و اینها رفتن یک هویتی برای خودشون ساختن که در کتاب‌هاشون که دساتیر آسمانی و نمیدونم بعد به مرحله سوم میرسیم که مرحله جدید ایشون گفتند از میانه قرن 19 هم شروع میشه. و وقتی ایرانی ها درگیر جنگ با روسیه بودن، برای اینکه در مقابل دیگری قرار گرفته بودن و باید خودشون رو تعریف میکردن، اینها رفتن در گذشته جستجو بکنن که چه کی بودن، برای اینکه درباره چیستی و کیستی خودشون پرسش میکردن. رفتن شاهنامه رو گرفتن و از جمله همین نوشته های آذرکیوانیه رو، و بعدن متوجه شدن که این نوشته های آذرکیوانیه، به هر حال این تاریخ که آذرکیوانیه درست کرده بود، تاریخ قلابیه، بیشتر تاکید کردند روی به اصطلاح شاهنامه، و شاهنامه رو در واقع رکن اساسی هویت ایرانی قرار دادن. من فکر میکنم یه ضرورت تاریخی بود. آیا با اون هویتی که از میانه قرن 19 هم ساخته شد و در دوره بلافاصله بعد از مشروطیت در واقع سیستماتیزه شد و یک چهارچوب قرص و محکمی گرفت، آیا میشه هنوز بر اون هویت تاکید کرد و هویت‌های دیگر رو که به هر حال عرب هستن، عرب و کرد و بلوچ و ترک و بعد گیلانی و مازندرانی، اینها رو کنار گذاشت؟ به نظر من باید رفت درباره هویت ایرانی دوباره اندیشید و باید دید ما چگونه می توانیم این هویت‌های منطقه‌ای و قومی رو در هویت ایرانی ادغام بکنیم. بسیار خوب. آیا حرف ایشون رو قبول ندارید که در سطح مردم مناطق، ایلات، جاهای مختلف، در سطح جامعه واقعا مردم با هم دیگه، با همسایانشون زندگی میکنن و این زندگی در مجموع مسالمت آمیز بوده؟ به این ترتیب نمیشه گفت که مردم عادی عربهای ایران رو قربانی عرب ستیزی میکنن؟ ببینید، این طبقه متوسط ایران در دوره رضاشاه و به کمک تینک تانک رضاشاه، یعنی فروغی و فرهنگستان زبان و بهروز، زبیه بهروز و محمود افشار و پور داود الاخر، اینها در واقع اساس عرب ستیزی را پایه‌گذاری کردن. البته ترک ستیزی هم در این دوره شروع شد، ولی عرب ستیزی زودتر از اون در اواسط قرن 19 شروع شد به قول ایشون طبق برای تعریف هویت ایران. دوبال فرهنگستان و این ادبا نریم، دارم میگم که در سطح مردم سیاسیون در عرصه احزاب مثل پانیرانیسم، مثل سومکا، مثل جبهه ملی، تا این لحظه اینها به هر حال گفتمان عرب ستیز دارند. بازم ما داریم در مورد نخبگان بدید. این طبقه متوسط این را چیز کرد، یعنی ما الان و این حتی به طبقات فرودست هم عرب ستیزی چیز کرده، یعنی نفوذ کرده، و ما این را در اهواز و در شهرهای استان میبینیم. یعنی در واقع این تغییر روزانه در اتوبوس، در اداره، در شرکت نفت وجود داره. این آقایون در ایران نبودن 33 سال اندیه، من بودم 2-3 سال پیش اومدم. زندگی میکنه عرب در هر روز، در هر روز عرب ایرانی در استان با این گفتمان عرب ستیز، نه تنها در سطح حتی طبقات فرودست و طبقه متوسط، و در سطح رسانه های تهران و در سطح کتاب ها. من عرض کردم آقای راوندی کتاب که می نویسه که محقق علمی تاریخ نگاره، با دشنام به عرب شروع میکنه. توجه می فرمایید آقای چیز هدایت در توپ مرواری
دارید از عرب یک غول بیابانی، یک موجود سیاه، پست، ددمنش، سوسمارخور، حتی مارکسیستاش هم بزرگ علوی در مقاله دیودیوش همچون اوصافی داره. قبل از اونها آقاهان کرمانی خواستار کشتن عرب ها شده. بنابراین این گفتمان 150 ساله تأثیر گذاشته روی سه نسل. و اما موضوع عرب زبان، واقعا عرب زبان هم یک نمودی از عرب ستیزیه، به دلیل که ما عرب هستیم، عرب ایرانی هستیم، ما تاریخ داریم، تاریخ ادبیات داریم، ما در دوره های مستقل بودیم. عربستان در دوره مشعشعیان 80-90 سال مستقل بوده، بعد از شاه اسماعیل در واقع خودمختاری کامل داشته تا آخرین حاکم عرب یعنی شیخ خزعل. ایران مجموعه ای از ممالک محروسه بوده، بهش میگفتن ممالک محروسه ایران، که عربستان یکی از مهمترین ممالکش بوده. این را همه تاریخ نگاران ایرانی و خارجی و عرب تایید میکنن. نگرانی کسانی چون آقای قاسمی همین اشارات به عربستان مستقله. فکر نمی کنید این اشارات نگرانی آورد؟ این یک تاریخه، این یک حقیقت تاریخیه، باید گفته بشه. این که این را کسروی هم گفته، این را من نمیگم، بله. سید احمد کسروی گفته، دیگران هم گفتن. ما میگیم الان در چارچوب ایران عرب ها میخوان زندگی بکنن، لااقل من این را میگم، بله. ولی این زندگی کردن به این شکل نیست که شما من تغییر بکنی، به من بگی عرب خر، عرب سوسمارخور، غول بیابانی، دزد، آدمکش، اینا همه ادبیات 150 سالت پر از این مفاهیمه، و بعد بگی بیا خب بس با هم برادر باشید. این گفتمان باید نقد بشه. توجه می‌فرمایید؟ فرمایشات آقای عزیزی رو تایید نمی‌کنم، به خاطر اینکه الان در حال حاضر فارسی ستیزی رو بیشتر، با اینکه دورم از ایران 30 ساله، فارسی ستیزی رو بیشتر می‌بینم تا عرب ستیزی. چطور؟ شما الان ببینید که گفتمان در ایران خیلی صحبت ها و به اصطلاح ادبیات رایج بیشتر ادبیات عربه. تمام حکامی که در ایران حکومت دارن میکنن و اعوان و انصارشون، نامه هاشون و بیاناتشون و اظهاراتشون ببینید، تمام مشهون از کلمات واژه های عربی است، که اصلا مثل این که انسان میره به زمان تسلط عرب برمیاد. اون در سطح گفتمان رایج در میان دولت مردان ایرانی آقای قاسمی. خب القا میکنن، ببینید القا میکنن وقتی که اینجوری شد، القا میکنن. بنابراین الان در حال حاضر ما میبینیم که اصلا فارسی مظلوم افتاده بیشتر. آقای قاسمی، 50-60% جمعیت ایران غیر فارسند. قبول، فقط 5% از نشر کتاب و رسانه ها و کل مربوط به هر حال مسائل زبانی و ادبیاتی در اختیار این 55-60% با این زبان ها مبارزه میشه با پول نفتی که از سرزمین ما میاد. سرزمین ایرانه، سرزمین شخص شما نیست، به هر حال از عربستان ایران میاد. عربستان ایران اگر که همت شخص رضا شاه نبود، این عربستان از دست رفته بود، عربستانی که شما میفرمایید. آقای نجفی که از فضلای برجسته خوزستانی است، اینجا در این کتاب ثابت کرده که خوزستان خوز بوده و بعد چگونه تحول پیدا کرده و حتی در عهد مشعشعیان به چه صورت بوده، و اینجا یک سرزمین ایرانی است. رضا شاه بزرگترین ضربه را به وحدت ملی ایران وارد کرد، به دلیل اینکه می‌خواست کشور ممالک محروسه ایران را به کشور شاهنشاهی ایران با یک زبان و یک ملت تبدیل بکنه، و این تز هم شکست خورد. بله. همین الان شکست خورد. آیه منفزاده چسب بفرمایید. کسروی وقتی که میره در خوزستان، وقتی میره با شیخ خزعل دیدار میکنه، این دو کسروی عربی رو بسیار عالی میدانست، به فارسی صحبت میکنن با هم، یعنی در همان زمان هم فارسی زبان مشترک ایرانیان بود، منتها زبان آموزش سراسری نبود. مثلا در خوزستان، برای اینکه اصلا آموزش سراسری به اون معنا وجود نداشت، بله. ولی من میدانم که در آذربایجان در مدارس، در مکاتب زبان فارسی می آموختن، یعنی زبان فارسی زبان مشترک مردم ایران بود. ولی ما متأهل رفتیم داشتیم در اهواز، بله. در اهواز و منطقه
مسئله بر سر این است که این مدل به هر حال زورش رو زد و رسید به اینجا. الان اقوام گوناگون رفتن در جهت ساخت و پرداخت هویتی، یعنی کاری که روشنفکران صدر مشروطه کردن و غالبا هم آذربایجانی بودن، یعنی تقی‌زاده و نمیدونم کاظم‌زاده ایران شهر و همه اینها به نوعی غیر فارس بودن. بله، مطایبه تاریخ در واقع اینه که اونها غیر فارس بودن ولی اومدن کمک کردن به شکلگیری گفتمان ملی که تا حدی میشه گفته غیر فارس ها رو نادیده میگرفت. اما اجازه بدید از این بحث تاریخی خارج شیم و به خصوص به نکته ای که آقای عزیزی گفتن برگردیم. آقای عزیزی میگن در سطح زندگی روزمره مردم در مناطقی که اعراب ایران زندگی میکنن، به گفته ایشون عرب زبانهای ایران، تبعیض هست و ستم هست نسبت به اقلیت ها. شما گفتید که در سطح زندگی روزمره مردم چنین چیزی نیست. اگر تبعیض دیده میشه و در هویت ملی ایرانیان این تبلور یافته، این در سطح نخبگان هست. ایشون میگن تا دو سال پیش در ایران بودن و چنین چیزی هست. شما رد میکنید؟ ببینید، واقعا من شخصا فکر میکنم چنین چیزی نیست، برای اینکه عرب‌ها از زمان ساسانیان حتی پیشتر آمدن گروه گروه در سرزمین‌های ایران جایگیر شدن، در فارس، در کرمان. بعد ما اصلا خانواده‌هایی داریم که اصل نسب عرب دارن، مثل شیبانی‌ها و ثقفی‌ها و دیگران. بله. کازانی‌ها، نمی‌دونم همین عبید به زاکانی‌ها، عبید زاکانی اصلا اصل نسبش عربه و سادات، تمام این سیدها به هر حال اصل نسب عرب دارن. یعنی این ستیز به این معنا در جامعه ایران در میان مردم عادی وجود نداره، بیشتر در میان درس خوانده ها و روشنفکران ایرانی هست. چرا؟ به دلیل اینکه تاریخی که نوشته شده، تاریخ ناسیونال ایران، در واقع به نوعی تاریخ زبان فارسیه. کسروی اتفاقا یه حرف جالبی میزنه، میگه بعد از اسلام 150 خاندان در جامعه ایران حکومت کردن، در این سرزمینی که ما به عنوان ایران میشناسیم. و بخش از اینا غیر فارس بودن، بخشیش هم عرب بودن، خاندانهای عرب بودن. ولی ما در تاریخ ناسیونالمون از 22-23 خاندان صحبت میکنیم. وقتی این تاریخ در مدارس تدریس میشه، خب خود به خود تحصیل کرده ها یک نوع حس ستیز و دشمنی با عرب و غیر عرب پیدا میکنه. ببینیم آقای قاسمی مثل اینکه موافق نیستن با شما. نه، من اتفاقا قسمت عمده فرمایشات ایشون رو تایید میکنم، اما یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اگر در سطح جامعه چنان که آقا اشاره فرمودن، چون در ایران بودن بیشتر از بنده و ایشون شاید به وضع جامعه آشنا باشن، رواج داره، یه مقدار واکنش سیستم حکومتیه. بنده نمیدونم اطلاع دارید یا نه، من در انگلستان الان از 1988 به این طرف نزدیک 400 عقد انجام دادم. بله، عقد ازدواج. کار خیر میکنه. کار خیر. ما اهل وصلیم، اهل فصل نیست. خب بسیار اتفاق میفته که به من میگن آقا اون عربیاشو نگو، آیه قرآن رو نخون. من میگم شما مگر با زبان مسئله دارید؟ انگلیس هم کم به ما آزار نرسوندن، چرا انگلیسی حرف میزنید؟ بنابراین ما با زبان مسئله نیم. اگر که در یک گوشه ای از جهان یا در اون سر خط حکومتی هست که خب مردم آزاری میکنه یا مشکلاتی برای شما ایجاد که باهاش موافق نیستید، این دلیل نمیشه که شما با زبان عربی، زبان عربی که از زبانهای عمده و بسیار معتبر جهانه، زبان سازمان ملل، بعدا زبان قرآنه اگه ما مسلمان هستیم، ما دلیلی نداره باشه. ولی این واکنشه که اونها اون طرف رفتاری که میکنن باعث میشه که به من بگن که تو که عاقد هستی و عقد اسلامی داری میکنی، بهشون میگم ما این عقد ایرانی اسلامیه، عربیشو نگو، قرآن نمیخوایم بذاریم، میخوایم نمیدونم شاهنامه بذاریم، میخوایم حافظ بذاریم، میخوایم فلان کنیم. این واکنش هست، این واکنش ناشی از
اون حرکات و رفتاری است که در اون سر قضیه میشه. منظورتون در ایران در ایران حکومت در حکومت میشه. ببینید من یک توضیح بدم راجع به مسئله عرب ستیزی. وقتی رضا شاه اومد نام همه استان‌ها را نگه داشت، آذربایجان به عنوان محل آذربایجانی‌ها، کردستان، بلوچستان، هر چهارمحال بختیاری، مازندران، گیلان، همه اینها دال بر مردم اون ملیت هستند، ولی اسم عربستان را تغییر داد. این بارزترین مسئله عرب ستیزی در ایرانه. بعد اون چیز هست، اون طرح خرید عربستان میرزا آخوند کرمانی در دوره رضا شاه بخشیش اجرا شد و بخش عمدش در دوره جمهوری اسلامی اجرا شد. 500,000 هکتار از زمین‌های دو طرف کارون را روستایان عرب را برکندند در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، طرح زمان شاه را، و به خاطر اینکه عرب‌ها را از زمین بکنن و حلبی آباد نشینشون بکنن. ببینید این جنبه اقتصادی مسئله است و جاهای دیگه که دارن زمین‌های عرب‌ها را، زمین‌های آبا اجدادیشون را در استان می‌گیرند. جنبه به همون نکته که در مورد رضا شاه گفتید، آیا عوض کردن نام استان یکی از دلایلش این نبود که کسانی مثل شما اشاراتی که به عربستان دوره مشعشعیان میکنید میتونه زمین ساز جدایی این منطقه از ایران بشه؟ به هر حال این یک نگرانی بود. ببینید این نگرانی بیهوده است. مگر اسم میتونه جدایی در اثر نارضایتی، در اثر سرکوب، در اثر ستم ایجاد میشه، حالا حتی اگر اسمش عربستان هم باشه. ولی من میخوام میزان عرب ستیزی و فاشیزم رضاخانی را نشون بدم که بعدن این گفتمان که عرض کردم، گفتمان سیاسی، ادبی، فکری هم هست، هنوز داره کار میکنه و بازتولید میشه. این نکته مهمیه آقای اجازه. یعنی این نکته مهمیه. میخوام ببینم آقای قاسم جوابشون به این صحبت شما چیه. آقای قاسمی، عوض کردن نام محمد به خرمشهر و در این حال محروم نگه داشتن اون منطقه یا کمک نکردن اون منطقه مشکلی رو حل نمیکنه؟ یعنی اگر نگرانی شما تجزیه و اینجور چیزاست، این در صورتی برطرف میشه که اقلیت‌ها راضی باشن از موندن در این مجموعه، نه اینکه به گفته ایشون فحش بخورن؟ نه. ببینید، اولا اینکه فرمودن که تمام اسامی قرا و قصبات و استانها نگه داشته شد، اینطور نیست. در خود مازندران که رضا شاه از آنجا بله جای دیگه هم بود، اسم استان رو عوض نکردن. رامسر عربا را هیچی براشون نذاشتن. رامسر... اسم محله ها، اسم خیابان ها، اسم مکان های طبیعی، حالا اون رو همه اینا رو عوض کردن. اگر اجازه بفرمایید عرض می‌کنم. رامسر اسمش سخت سر بود، آخه سخت سر هم شد اسم. اینی بعدش که رامسر فارسی به فارسی عوض شد. بابل سر مشهد سر بود. خب بابل بار فروش بود، توجه فرمودید. اینا یه تصویب نامه‌ای در 1314 در شهریور 1314 تصویب شد. یک کسی بر مملکت حکومت می‌کرد که خیلی ناسیونالیست افراطی بود، حالا هر چی می‌خواید بهش بگید. این آدم درست شبیه یعقوب لیث صفاری بود که وقتی که بهش گفت یه کسی واسش یک قصیده‌ای به عربی ساخته بود در متنش، گفت اون چرا که من در نمی‌یابم چرا باید گفت؟ توجه فرمودید. بنابراین چه ایرادی ما بر رضا شاه داریم که اسامی عربی رو بر نمیتابید و میخواست که تغییر بده؟ آبادان عبادان بود از اون اوائل قرن بیستم که نفت درآمد و پالایشگاه آبادان اونجا رونق پیدا کرد. گفتن حالا پس چه یه عبادان چه یه آبادان آباد شده؟ از مردمش پرسیدن که باید اسمتون عوض کنید. از مردم محمد پرسید چرا مگه الان که جمهوری اسلامی تمام خیابونا رو عوض میکنه، تمام کوچه رو عوض میکنه، از مردم میپرسه؟ باختران شد، کرمانشاه، رضاییه شد، رضاییه شد، ارومیه، برگشت به گذشته. ولی هیچ نه استان اجازه میده نه نام شهرهای عرب نشین اصلا عوض نشد. اجازه میدید آقای عزیزی، یک هدف سیاسی عرب ستیزیه. یه مقدار آرام باشید آقای عزیزی. آقای منافزاده، آرام باشید. شما گفتید که این هویت ملی ایرانی رو باید از نو تعریف کرد به دلیل اینکه بسیاری از نام ها حذف شده، دیگری حذف شده. آیا یکی از کارهایی که در این تعریف جدید هویت ملی در دوره مدرن باید داد همین توجه به
ریشه نامهای مناطق مختلف نیست و نباید در این سیاست تا حدی بازاندیشی کرد؟ شاید، و این به نظر من چندان مهم نیست. مهم این است که یک سلسله تحقیقات واقعا عمیق و جامع درباره اقوام گوناگون ایرانی انجام بگیره و تاریخ اینها به صورت بی‌طرفانه و علمی نوشته بشه و این تاریخ ها در تاریخ ایران بشه، بخشی از تاریخ ناسیونال ایران بشه. ایشان یک روایتی از تاریخ خوزستان دارند که ممکن است اگر تحقیق آکادمیک عمیق صورت بگیره به توسط یک آدم بی‌طرف یک تاریخ دیگه ای در بیاد درباره حضور ترک ها در ایران، همینطور درباره کرد ها هم همینطور، برای اینکه این اقوام رفتن در جهت بازسازی یک نوع هویتی و این یه مشکلی ایجاد کرده. به نظر من روشنفکران ایرانی به جای اینکه پافشاری بکنن روی اون هویتی که زمان مشروطیت و دوره بلافاصله بعد از مشروطیت ساخته شد، باید آستیناشون رو بارا بزنن و برن تحقیقات دامنه‌داری رو در این زمینه شروع بکنن یا تشویق بکنن که این تحقیقات به توسط محققان جوان انجام بگیره و رفته رفته در واقع یک تاریخ ناسیونال دیگه تنظیم بشه. این به طور کلی میتونه یک مقدار جلوگیری بکنه از این تنشی که امروز در میان اقوام گوناگون ایرانی هست و به نظر من داره روز به روز خطرناکتر میشه. آیا واقعاً تنشی در سطح زندگی مردمان به شکل زندگی روزمره هست در ایران، یا این باز این تنشی که شما صحبت میکنید باز تصورات روشنفکران تحصیل کردگان من خودم هست؟ واقعاً این هم مسئله ایست. آیا تنش بین اقلیت‌ها رو در اون حدی که آقای عزیزی گفتن میشه دید؟ در شما میرید در شهرهای مختلف ایران میبینید همسایه کرد با ترک و با گیلانی اینا زندگی میکنن، هم زندگی میکنن، واقعا تنش تا چقدر هست؟ به این شکل حادش نیست ولی به شکل آرامش هم نیست. ببینید در تبریز مثلا وقتی شما میرید از یک کاسب چیز بخرید، اگر ترکی بلد نباشید با اکراه با شما برخورد میکنه. این را من دیدم و خود دوستان ترک هم میگن. این یک واکنش، حالا درست یا نادرستش کار نداریم، ولی فقط یک نمونه های از عرب ستیزی را که خیلی برای من به عنوان دبیر کانون مبارزه با نژاد پرستی اومده. یک دوستی برای من نوشته که در روستای سویسه سه شهرستان اهواز که همه عرب هستن، میگفت تحصیل میکردم در ابتدایی بعد از انقلاب در دوره جمهوری سال سوم ابتدایی بوده، معلمی داشتن که غیر عرب بوده، هر روز صبح روی تخته می نوشته عجم ها گل لاله، عرب ها دله زباله، و می گفت ما را مجبور می کرد همه با هم بخوانیم و 10 بار تکرار بکنیم. این یک مورد خیلی کوچیکه. بارها شده بچه های شهروندان عرب را از پوشیدن دشداشه و چفیه من کردن، یعنی کارمند بوده دیدنش سازمان اطلاعات چفیه اقال پوشیده دشداشه پوشیده گزینش احضارش کرده گفته اخراجش میکنیم یا دیگه این کار را نکن و اینها. الان یک سرکوب وسیع، اعدام های مختلف، مرگ زیر شکنجه، اینها همش واکنشیه که برای عرب نیست. ببین برای همه هست، برای همه هست، ولی در اونجا پتانسیل این ستم ملی با تبعیض نژادی چند برابر شده. ما قربانی یک ذهنیت تاریخی خاصی هستیم و قربانی تاریخ و جغرافیا هستیم. تاریخش را که عرض کردم، جغرافیاش هم که اختلافاتی هست که حاکمان تهران همیشه با حاکمان عرب داشتن، که ما نه سر پیاز بودیم در حمله اعراب ایران، نه الان در اختلافاتی که با امارات و نمیدونم قطر و کویت و کجا دارن ما اصلا نقشی داریم. این گفتمان عرب ستیز آوارش سر ما خراب میشه، سر 5-6 میلیون عرب ایرانی. روشنفکرانش
ما نخبگان ما خود مردم عادی وقتی در فلان استادیوم شعار ضد عربی میدن میگن عرب ها سوراخن در استادیوم اصفهان یا در استادیوم آزادی علیه عرب ها به عنوان عرب اهانت میشونن، اینها رو مردم عرب هموطنان شما گوش میدن، اینها رو چه انتظار این واکنش اینها چی خواهد بود؟ آقای قاسمی بنده اینها رو چون ایشون که میفرمایند من اینها رو هیچ کدوم حس نکردم چون در ایران نیستم توجه خب. برای در خارج اخبار مملکتم رو گوش میدم میبینم میشنوم حس میکنم. آیا شما منکر چیزی هستید که آقای منافزاده گفتن که روشنفکران ایرانی، ادوا، نخبگان ایرانی باید بیان بشینن و تعریف جدیدی از هویت ملی بدن که برای جهان امروزی مناسب تره و در این هویت جدید گروه های قومی در صلح و صفا با هم اگر چنین چیزی رخ نده تنش در پی خواهد داشت. اینقدر به ما گفتن که کردها دوچاره نمیدونم ستم مضاعف هستند، ترک ها ستم مضاعف. بنده وزیر خارجه کرد داشتیم آقای اردلان، بسیار مرد شریفی بود، از خانواده اردلان اقلا در 15 نفر در وزارت خارجه بودن. رئیس مستقیم من آقای سنندجی مدیر کل سیاسی کرد بود و چند بار سفیر شد و در دانشگاه پدافند ملی که من درس میخوندم و بعد همونجا استاد شدم درس میدادم 60% افسرهایی که اونجا بودن آذری بودن، به هیچ وجه در وزارت خارجه تبعیض نبود. من از یک خانواده معمولی جامعه برخواستم آمدم تا اجازه بدید پس رفقای آذری داشتیم، رفقای نمیدونم کرد داشتیم، رفقای ترک داشتیم، همراه اساس ستم ملی در دوره پهلوی این اصطلاحی است که آقایان باب کردن و این جا افتاده. اگر یک اصطلاح علمی جامعه شناسی اجازه بدید آقای منافزاده می‌خواستن صحبت کنن. من فقط میخواستم بگم که این تنش اگر در میان درس خوانده ها و روشن این تنش منظورتونه دیگه به طور کلی حالا این باستابی است از اون تنش اساسی که بین اینها وجود داره، این بالاخره تاثیر خودش رو در میان مردم هم میگذاره. مسئله بر سر این است که اتفاقا چون این هویت ها به توسط همین روشنفکران و تحصیل کردگان ساخته و پرداخته میشه و بعد به میان مردم برده میشه و از طریق آموزش درونی میشه، چنانکه همین هویت ایرانی از طریق آموزش در دوره پهلوی ها درونی شد و ایرانی ها بر پایه اون چهارچوب خودشون رو تعریف میکنند، در نتیجه این به اصطلاح تنش زدایی هم باید از اینجا صورت بگیره. یعنی همین تحصیل کردگان، همین روشنفکران، همین پژوهشگران باید از تعصب بیان بیرون، چه تعصب نمیدونم ایرانی، فارسی یا ترکی یا عربی یا کردی، بیان بیرون و بشینن ببینن چگونه میتونن این هویت ایرانی را که ترکیب یافته از همه این هویت هاست میتونن دوباره تعریف بکنن، چگونه میتونن تاریخ‌های منطقه‌ای و تاریخ‌های قومی بنویسند و این رو در تاریخ ناسیونال ادغام بکنند تا اون تاریخی که در مدارس تدریس میشه اون تاریخ عرب ستیز نباشه، ترک ستیز نباشه، دیگر ستیز نباشه. کار مشکلی است. بله کار مشکلی است ولی کار ضروری است. کار ضروری است. بذارید من پیش از پایان برنامه یک سوالی از آقای عزیزی بپرسم، برای اینکه اشارات خیلی زیادی شد به رضا شاه پهلوی، به دوره پهلوی، به دولت متمرکز ملی و ایشون ریشه این مشکلاتی که ازش صحبت کردن رو در اون دوره می‌بینن. آیا دولت متمرکز ملی در عین این که یک گفتمان یک پارچه ساز و حذف کننده رو بر ایران مستولی کرد، در عین حال زمینه آرامش و امنیتی رو فراهم نیاورد که باعث بشه اقوام، نژادها و گروه‌های زبانی مختلف در کنار هم دیگه حداقل در امنیت زندگی کنن؟ به این ترتیب نمیشه گفت که دولت متمرکز ملی که از دوره رضا شاه بیشتر قوام یافت واقعا منشأ تمام مشکلاته؟ ببینید من عرض می‌کنم این آرامش
آرامش به قیمت ضربه دیدن هویت ملیت‌های غیر فارس شده. حالا یک چیزی تاریخی رخ داده، ما که نمیتونیم عوضش کنیم، همونجور که ایشون میگه الان باید هویت دوباره اندیشیده بشه در مورد هویت ایرانی، هویتی دوره رضاشاهی، حتی حتی هویتی که مصدق هم در ذهن داشت الان کارکرد نداره. این که من عدم تمرکز کلیشه‌ای انجام بدم این هم کافی نیست. الان در ایران دو تا ناسیونالیسم فارس و غیر فارس هست. باب دیگه اینها خیلی خطرناکه. این دو تا ناسیونالیسم الان مثل موشک ایشون اشاره کردند به ناسیونالیسم فارس و ناسیونالیسم غیر فارس که واکنشیه در مقابل ناسیونالیست حاکم. اینها دارن مثل موشک پرتاب شدن. ما باید سعی بکنیم جلوی برخورد این دو تا موشک رو بگیریم. منظورتون اینه که باید مانع ناسیونالیسم فارس و همینطور نژادگرایی و قومگرایی دقیقاً باید یک جامعه پرولار دموکرات فدرال در ایران تأسیس بشه. نمی‌دید که دیگران پاشیده نشه. خدا رحمت کنه. بنده به عنوان یک آدمی که یک انسانی که برآمده از سیستم تربیتی گذشته و سیستم آموزشی گذشته و دانشگاهی که رضا شاه پایش گذاشته بود، خدا رحمتش کنه، هستم بگم رضا شاه تنها با اسامی عربی و با اسامی فلان نبود. تمام اختلافش با داور که منجر به خودکشی داور شد این بود که داور در حضور ایشون کلمه سورشارژ به کار برد، گفت مردک من فرهنگستان درست کردم، به سوژه به او عمو خسروی توپید. یه همچی آدمی بود، آدم ناسیونالیست و خدمت هم مملکت کرده. ما نمیتونیم منکر بشیم. خیلی ممنونم آقای قاسمی. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه یوسف عزیزی بنی طرف، رضا قاسمی و علیرضا منافزاده. از طریق وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید. در همین وبسایت نسخه تصویری همینطور پادکست یعنی نسخه صوتی برنامه‌ها در دسترس شماست. و اگر گمان میکنید چیزهایی ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید به فیسبوک ما سری بزنید. شب و روز بر همه شما خوش.